و از فصل سم که فصل آخر خیلی زیاد خیلی چیز سختی نداره، ولی بالاخره فصل سم مونده و سهمی مونده. من شروع میکنم سهمی رو، کارم یه ذره زیاده چون جلسه آخرمون هست. اون چیزا هم که جلسه قبل هم که لینکاشو دادم خدمتتون، مثل این که اونا هم ببینید، فصل یک و دوتون کامنت میشه به همراه این ماه این سهمیه که الان دارید میبینید. بریم سهمی رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که قلم من باش بوشش ببخشید. خب بریم بچه بریم سهمی. میگه که سهمی هر مدلی که باشه، یعنی ما چهار مدل سهمی داریم دیگه، رو به بالا، رو به پایین، رو به راست، رو به چپ. خلاصه یه وزن داره که با اس نشون میدن و مختصاتش رو چی میگن؟ آلفا و بتا. بالاخره اسش آلفا و بتاست، اسش سرش، راسش آلفا و بتاست، اسش سرش آلفا و بتاست، آلفا و بتاست. خب پس یه وزن داره سهمی. دو، یه کانون داره که با اف نشون میدن و توی سهمیه. کانون بچه همیشه توی سهمیه. فاصله اون رأس تا اف، همون کانونه، بهش میگن آ. یعنی اگه مثلا من روی پایین باشم، نکن اف تومه، از اینجا تا اینجا رو میگن آ. اف توشه، از اینجا تا اینجا رو میگن آ. اف توشه، از اینجا تا اینجا رو میگن آ. اف توشه، از اینجا تا اینجا رو میگن آ. پس یه رأس داره که هیچی، یه اف داره کانون که اف توی سهمیه. بعد یه خط حادی داره که بیرون سهمیه. همیشه خط حادی چیه؟ بیرون سهمیه. حالا تو سهمیه که رو به بالا، رو به پایین و رو به بالا هست، خط حادی خطای ایگره مساوی با فلان هست. نکنه من گل کشیدم، یعنی خط حادی این ایگره مساوی با یک، ایگره مساوی با دو ایگره. خطای اینجوری رو بچه خطایی که اینجوری هست موازی با محور ایکس هست میگن خطای ایگره مساوی با فلان دیگه. حالا ایگره مساوی با آر، ایگره مساوی با یک، ایگره مساوی با دو. سهمی هایی که اینجوری هست خطای حادیشون اینجوریه بچه ها، مگه نه؟ ایکس مساوی با فلانه، ایکس مساوی با فلانه. خطاشون چیه؟ خطای حادیشون ایکس مساوی با فلانه. اوکیه؟ تا اینجا کسی سوال داره؟ ندیگه. کلن سهمی، کلن تعریف سهمی چیه؟ کلن تعریف سهمی چیه بچه ها؟ سهمی شکلیه که هر نقطه روش، مثلا این نقطه، این نقطه، این نقطه، این نقطه، این نقطه، این نقطه، هر نقطه روی سهمی فاصلش از اف با فاصلش از خط حادی یکسانه. یعنی اگر اینجا تا اینجا 5 سانتی، حالا من سهمی قشنگ نتونستم بکشم، مهم نیست اصلا، ولی نباید که فاصله اینجا تا اینجا 5 سانتی، فاصله اینجا تا اینجا هم 5 سانتی. اگر اینجا 2 سانتی، بالاخره یه نقطه رو دیگه، یه نقطه رو سهمیه دیگه، فاصلهش از اف با فاصلهش از این خطه که اینجا رو میوا اینجا، ولی دیگه اینا که آ نیستن، مثلا 2 سانتی، این هم 2 سانتی. اگر اینجا 3 سانتی، اینجا هم چیه؟ 3 سانتی. اوکیه؟ پس تعریف کلی سهمی اینه که هر نقطه روی سهمی فاصلهش از یک نقطه به نام کانون و یک خط به نام خط حادی یکسانه. سهمی شکلیه که هر نقطه روش، هر نقطه، تک تک نقطه‌هاش، فاصلش از اف با فاصلش از خط مقدار ثابتیه. اوکی بچه ها هستین؟ مرسی. خب مرسی. بریم سراغ چهار مدل سهمی داریم بچه ها. الف، سهمی که رو به بالا باشه، سهمی که رو به بالا باشه خط حادیش، نکن الان خط حادیش خط ایگره مساوی با فلانه، خط حادیش ایگره مساوی با فلانه، ایگره مساوی با فلانه.
حالا هر چی میخواد باشه باشه. خب سهمیه که رو به بالا هست، بچه اینجا شو قشنگ گوش کنید، سهمیه که رو به بالا هست آشون مثبته و ایکسشون توان دو داره. اینا که رو به بالا هست و رو به پایین هست همون سهمیه که تو حساب ها خوندیم ایکس دو هست، ایگره مصابه با ایکس دو هست، ایکس دو اونایی که بس رو به بالا و رو به پایین هست ایکسشون توان دو داره، ایکس دو هست. حالا اگه رو به بالا باشه آش مثبته، رو به پایین بعدم میخونیم آش چیه؟ منفیه. حالا بچه اگر رأس سهمی رو من آلفا و بتا بنامم، اگر رأس سهمی آلفا و بتا باشه تو این سهمی الف مدل اول رو به بالاست، کانون سهمی وقتی رأس سهمی آلفا و بتا، کانون چی میشه بچه ها؟ به اندازه، بگید به اندازه آ میره بالا. وقتی به اندازه آ بره بالا آیا آلفاش تغییر میکنه؟ نه، فقط بتاش به علاوه یه آ میشه. خیلی مشخصه. اف چی میشه؟ بگید آلفاش، یعنی ایکس جلو عقب میره؟ نه، ایکسش تغییر نمیکنه، فقط بتاش به علاوه آ میشه. قبول بچه ها؟ یکی بگید آخر بله؟ هیچ که نمیگه. مرسی علی پارسا و سایر دوستان. حالا معادله خط هادیش چی میشه؟ معادله خط هادیش، خب خط هادیش به اندازه اینا که بتاش به اندازه آتا میاد پایین دیگه، خط هادی دیگه آلفا مالفا نداره، خط هادیش میشه بتای منهای آ. یعنی اینجا هر عددیه آتا میاد چی؟ آتا میاد چی؟ پایین. یعنی اگه ایگرگ اینجا مثلا دوه، مثلا میگم اگر اینجا دوه، اگر اینجا دوه بتاش، آمن مثلا سه، این سه تا میاد کجا؟ پایین، و خط من میشه خط ایگرگ مساوی با منفی یک. الان مثال میذارم بهتون میفهمم. معادله همچین سهمیه چیه بچه ها؟ گفتیم ایکسش توان دو داره، همیشه آلفا کنار ایکس میاد، بتا کنار ایگرگ میاد، معادلش میشه ایکس منهای آلفا به توان دو مساوی با چهار آ ایگرگ منهای بتا. پس سریع را دیگه من میگم، سهمی هایی که اینجوری رو به بالاست، قشنگ گوش کنید، سهمی هایی که رو به بالاست ایکسش توان دو داره و آش هم چیه؟ مثبته. حالا معادله چند اینجوری میشه، ایکسش توان دو داره، آشیه مثبته. حالا وقتی اسم من رأس سهمیه من آلفا و بتا باشه، اف به اندازه آ میره بالا، اف یه نقطه است دیگه، ایکسش تغییر نمیکنه، آلفا میونه، فقط بتا رو علاوه آ میشه. معادله خط هادیش میشه، بگید بتا به اندازه آ میاد پایین، نکنید مثلا میگه معادله سهمی بنویسید، وقتی یه شکل بکشید کاملا همه چیز دستتون میاد. آقا معادله سهمی بنویسید که افش یک و سه کانون آن و اس من یک و منفی یک رأسش باشه. یه شکل فرضی برده برای خود بکش، یه شکل فرضی، یه نقطه یک و سه رو مشخص کن، مثلا من یه اینجوری میکشم همینجوری، فقط کافیه نقطه یک و سه رو مشخص کنم، یک و یک دو سه، اینو مشخص کردم، میگه این اف همه. بعد رأسش کجاست؟ رأسش یک و منفی یکه، یک و منفی یکه، اینم رأسشه بچه ها. خب الان سهمی من جز این میتونه باشه بچه ها؟ خدا وکیلی این رأس سهمیه، این رأس سهمیه، وقتی رأسه یعنی یا از رأس باید اینجوری بکشم، میشه اینجوری باشه؟ نه، این رأسشه، میشه اینجوری باشه؟ نه، میشه رو به پایین باشه؟ نه، چون افش اینجاست پس سهمی من از این رو به بالایاست. سریع فقط باید همین رو بفهمید که سهمی از این رو به بالایاست. از کجا فهمیدم بچه ها؟ تصویر فریز شده بچه ها؟ صدا داریم؟ تصویر داریم؟ سلام هم مجدد. بله اوکی، الان مرسی.
بچه ها ناکان میگه معادل سهمی بنویسید. افش یک و سه رو من مشخص کردم، ایکسش یک، ایگرگش سه. افش رو مشخص کردم، رأسش هم یک و منفی یکه. خب وقتی رأسش اینجاست بچه، یه بار دیگه میگه میتونه اینجوری باشه؟ نه، چون افشون بالاست. میتونه اینجوری باشه؟ بگی نه، چون افشون بالاست. میتونه روی پایین باشه؟ نه، چون اف باید چی؟ توش باشه. تا دیدی سهمید اینجوری شد، بگو این از اوناست که بگید ایکسش دوان دو داره و آشم مثبته. یعنی معادلش میشه چی؟ معادله سهمی چی میشه؟ ایکس منهای آلفا به توان دو مساویه با چهار آ ایگرگ منهای بتا. بچه ها خب حالا با من آر از کده بفهم، آلفا و بتا که رأس سهمی ها نکنی، الان آلفا همه، این الان چیه بچه ها؟ بتا همه، همیشه اولی آلفا دومیه چی؟ بتا. باشه؟ باشه. یعنی آلفا و بتا هم که مشخصه، فقط آم. بچه یادتونه گفتیم فاصله اف تا رأس سهمی رو میگیم آ؟ اینجا اگه منفی یک نیست، از منفی یک تا سه چند تا فاصله است بچه ها؟ از منفی یک تا سه چند تا فاصله است بچه ها؟ چهار تا. پس آم چنده؟ آم چهار بچه ها. آ چنده؟ آ چهار بچه ها. آ رو دارم، آلفا رو دارم، به مرسی پارس و مرسی ابراهیم، بقیه بچه هم فعال باشن. آ رو دارم، آلفا رو دارم، بتام هم دارم، دیگه غم ندارم که بچه ها، تموم شد. یه جاگذاری ساده ناکنی الان میشه ایکس. بگید ایکس منهای یک به توان دو مساوی با آن مگه چهار نیست؟ چهار چهار تا، شونزده تا. ایگرگ منهای منهای یک، منهای منهای یک میشه چی؟ به علاوه یک تا. اگه بچه ها حالا بیار، اگه میگم مثلا معادله خط حادیشو بنویس، یه دقیقه تمرکز. میگی خط حادیش خطیه چیه بچه ها؟ خط حادیش خطیه ایگرگ مساویه با فلانه، ایگرگ مساویه با فلانه، فلانه شنده بچه ها. کافیه از منهای یک چهار تا بیای پایین، چهار تا بیا پایین، منفی یک چهار تا بیام پایین چند میشه؟ منفی پنج. ایگرگ مساوی با منفی پنج هم معادله خط حادیم بود. میگیرید؟ گرفتید چی شد؟ این مدل اول سهمیه، سهمی که رو به بالاست. باشه؟ مرسی. امروز پسرها خدا شد فعالن، دختران نیستن. کجای بچه ها؟ بابا شب امتحان هندسه هستی که تو رو قرآن مجید. حالا اون موقع خیلی فاصله داشتیم با امتحان، میگفتم نیستید. الان میگه فردا امتحان، این حالا فردا که دروم میام امتحانه دیگه. بچه ها همین ها سالا جون جدتون رو فیلموار بشین بخونید. میگه فیلموار بشین بخونید، فیلموار یه بار یه حوصله کنید ببینید این همه چرت و پرت وقت گذاشتی تا حالا. برو بشین یه بار هم یه دو تا فیلم منو ببین، این همه فیلم های مسخره میشین ببینی، لاغر بشین یه فیلم های منو نگاه کن. به خدا مواظب باشید، همین ها سواله. اگه این نبود من اسم رو عوض میکنم. بچه ها مدل دوم سهمی لطفا، مدل دوم سهمی، سهمی که رو به پایینه ولی همچنان تو اینا ناکن رو به پایینه آشون منفیه، اونایی که رو به پایینه آشون منفیه، اما همچنان ایکسشون توان دو داره. اوکی؟ بله. خب بچه ها اگر رأس سهمی من آلفا و بتا باشه، کانون چی میشه؟ تو رو با هم یه دقیقه تمرکز کنید. کانون بگید آ تا میاد پایین، بگید آ تا میاد پایین، یعنی آلفاش آلفا میمونه، بتا منهای آ میشه. آلفاش آلفا میمونه، بتاش منهای آ میشه. نکن آ تا میاد پایین، آ تا میاد پایین. معادله خط حادیش چی میشه؟ اول خط حادیش خط ایگرگ مساوی با فلانه، خط های اینجوری ایگرگ مساوی با فلانن،
فلانش چقدر بچه ها؟ بگید آ تا میره بالا، یعنی میشه بتای برنامه آ. معادلش چی میشه بچه ها؟ بازم ایکسش توان دو داره، فقط آشیه منفیه، آشیه منفیه، ایکسش توان دو داره، آش منفیه. مثالشو ببین. من نگاه مثال که میگه نمیدونم که الان چه مدل سهمیه ها بچه ها، تاها و سایر دوستان، مانی یگانه بقیه بچه ها معادله سهم. نگاه من اصلا هیچی نمیدونم، فقط یه دقیقه تجسم، یه دقیقه نگاه اصلا هول نشم. آه خودکارو میگیری دستت، خط ایگره مساوی با سه خط حادیه یه سهمیه، یه محور علکی میکشم، یک دو سه، این خط ایگره مساویه با سه، این خط حادیه. سخته؟ نه. رأس سهمی منفی یک و صفره، منفی یک و صفر. اینجا رو میبینی این رأس سهمیمه. حالا بریم سوال من. بچه ها میتونم اینجوری باشم؟ خودم اینجوری باشم؟ اینجاست؟ بچه ها میتونم اینجوری باشم؟ میتونم رو به بالا باشم؟ خط حادی رو قطع میکنم. حالا تنها حالتی که میتونی باشه چیه؟ اینجوری. بچه سهمیم اینجوریه، تنها حاله، یعنی اینجوری نیستش که وای آقا چیکار کنم، از کجا بفهمم؟ از کجا بفهمی؟ از عقلت. یه نقطه نمیتونی پیدا کنی، برو بمیر. ببخش بچه ها. حالا این از اوناست که چیه؟ ایکسش توان دو داره. نکن اینا که رو به بالا و رو به پایین بودن همون هایی که ما تو حسابان خوندیم، ایکسش توان دو داره. حالا رو به پایین باشه چیه؟ آش منفیه. یعنی تو معادله که میخوای بنویسی فقط. خب بچه ها گفتیم فاصله از اینجا از رأس تا این خطه چیه؟ آ. چیه؟ آ. از اینجا تا اینجا چند تا فاصله است؟ سه. اینجا حالا من میدونم آ منفی، تو معادله که میخوای بنویسی باید منفی بذاری، وگرنه اینجا تا اینجا سه واحده دیگه. اوکی اوکی خب تمام شد. معادله سهمی ایکسش توان دو داره؟ آره ایکسش توان دو داره. ایکس منهای آلفا به توان دو مساوی رو به پایینه؟ آره. منفی چهار آ ایگرگ منهای بتا. رأس سهمیم چند و چنده بچه ها؟ این آلفات همیشه، اولی آلفات، این کیت بتات. جا گذاری کن. ایکس منهای یک به علاوه یک به توان دو. آ چنده؟ سه. چهار ست تا دوازده تا، می‌نویسم منفی دوازده. ایگرگ منهای بتا، ایگرگ منهای صفر. تمام شد. معادله سهمیمه. حالا به من بگید ببینم. خب من کولر روشن نکردم، من می‌پسم بگم شاید بیارم. بچه ها اگر اینجا اینو دارم سوال میپرسم ببینم کی میگه، بگه مختصات افش چیه، شما چی میگید؟ افش چند و چنده؟ همین الان بگید ببینم افش چند و چنده. اگه بگه افش چند و چنده، آتا پایین، میدونم آتا پایین، بگو چند و چند، بگو دو و سه، بگو هفت و نه، بگو فلان و فلان. دو و سفت آقا کینا منفی یک و منفی سه. مرسی مرسی مرسی. سه تا بیا پایین، از اینجا سه تا بیا پایین، سه تا بیا پایین، یک دو سه، میشه منفی یک و منفی سه. اگر میخواست که حالا نخواست. سهمیه بعدی بچه ها جیمومین سهمی، جیمومین سهمی، جیه سهمیه جیم.
سهمیایی هم که رو به چپ و راست هم وای من اینو روشن نکردم دارم میپزم. خب بچه ها سهمیایی که رو به این برن یا رو به اون برن، اینا ایکسش توان دو داره؟ نه. کیش توان دو داره؟ ایگرگش. مرسی پارسا. اینا ایگرگشون توان دو داره، اینها ایگرگشون توان دو داره، اینا که چپ و راستن. حالا اگه این وری باشه آش مثبته، حالا بعدا میبینیم اونی که اون وریه آش منفیه. پس الان من چی دارم میگم؟ تا یه سهمی دیدی که این مدلیه بگو ایگرگش توان دو داره، بعد اگه رو به اون ور باشه بگو آش مثبته. خب اگه رأس سهمی من آلفا و بتا باشه، اگر رأس سهمی آلفا و بتا باشه کانون چی میشه بچه ها؟ کانون چی میشه؟ بگو آقا آ تا برو جلو، بگو آ تا برو جلو. وقتی آ تا برم جلو آلفا هم تغییر میکنه دیگه، ایکس هم داره میره جلو، ایکس داره میره جلو بچه ها. پس ایکس به علاوه آ میشه، این آلفای به علاوه آ میشه، اما بتا ثابت میمونه چون بالا و پایین که نمیرم، فقط میرم چی؟ جلو. معادله خط حادیش فقط یه دفعه تمرکز کنم، ایکس مساوی با فلانه یا ایگری مساوی با فلان؟ خب ایکس مساوی با فلان، این فلان شنده بچه ها. بگو آقا آ تا برو عقب، ایکس مساوی با آلفای منهای آ. معادلش میشه بچه ها؟ معادلش گفتم دیگه ایگرگش توان دو داره بچه ها. ایگرگ همیشه با بتا میاد و 90% بچه ها سوتی میدن چون رأس سهمی آلفا و بتا میان اولی روز اینجا. بابا ایگرگ با بتا میاد، ایکس با آلفا میاد. آقا میشه مثال بزنی بر این هم مثال میگه معادله سهمی بنویسید که Fشو داده Sش هم داده. من نمیدونم هنو چه شکلی ها، فقط یه میگه ایکس هایی نه ها علکی کامل علکی هیچ سه و چهار، یک دو سه و یک دو سه و چهار، این سه و چهار میبینی Fشه. رأسش یه، رأسش یک و چهاره، این سه و چهار، سه و چهار، این یک و چهار، اینم رأسشه، رأسشه. بچه این میتونه روبه بالا باشه، آخه خود روبه بالا باشه، افش بغله. این میتونه روبه پایین، این رأسه، یعنی باید از اینجا شروع بشه، یا بره بالا، یا بیاد پایین، یا چپ یا راست. آخه من خونم اینجوری بکشم وقتی افم بغله؟ میشه اینجوری باشه؟ افش بیرون باشه؟ تنها حالتی که میتونه باشه چیه؟ تنها حالتی که میتونه باشه چیه؟ مرسی. اینجوریه، این علکی، فقط اینو برای که بفهمم چه شکلیه میکشم. خب میگم ای از اوناست که ایگرگش توان دو داره چون چپ و راسته، و چون این وری آشیه مثبته. معادلش چی میشه؟ ایگرگ منهای بتا ایگرگش توان دو داره، ایگرگ منهای بتا به توان دو مساوی با چهار آ ایکس منهای آلفا. قبول داری؟ بله. این کیته آلفاته، این کیته بتاته، مونده آ. گفتیم فاصله بین اینا بهش میگن چی؟ آ. یعنی فاصله رأس تا آلفا میگن آ. از یک تا سه چند تا واحده؟ دو. پس آشیه دو. تمام. ایگرگ منهای نه اینو بذاری آ بتا، ایگرگ منهای چهار به توان دو مساوی با دو چهار تا هشت تا، ایکس منهای یک. معادله سهمی نوشتم. بگو آفرین.
اگر اینجا میگه معادله خط هادیشو بنویس، میدونم خط هادیش x مساوی با فلان یا y مساوی با فلانه. این خطای اینجوری x مساوی با فلانن یا y مساوی با فلانن؟ x مساوی با فلانن. فلان شنده. بگو آقا دو واحد برو عقب، از یک دو واحد برو عقب، میشم چند؟ از یک دو واحد برو عقب، منفی دو. آقا اشتباه نمیشی، راست میگه. منفی دو کی گفت آقا؟ از خستگی برگردون عقبش هیچی نیست، پاک میکنی. منفی یک. خب حالا با مرسی بریم سراغ دانامی سهمی. سهمی که کسی سوال نداره؟ مثلا هستید که سوال 4-5 نفر هستن؟ نه؟ مرسی. دورسا پارسا ابراهیم علی تاها پار دور پارسا دورسا پارسا من امروز فقط دورسا پارسا هستم. آقا دارمی سهمی، سهمی که رو اولا که چیه؟ اینجوریه ایکسش تمام دو داری یا ایگرگش؟ ایگرگش. اینا که رو به این برن آشون چیه؟ منفیه. اگر رأس سهمیم آلفا بتا باشه کانونم چی میشه؟ بگو آقا آ تا برو عقب. بگو آ تا برو عقب. خب من آ تا برم عقب از آلفا هم کم میشه دیگه، از ایکس هم کم میشه دیگه، بالا پایین که نمیرم. پس میشه آلفا منهای آ و بتا. معادله خط هادیم ایکس مساوی با فلانه یا ایگره مساوی با فلانه؟ ایکس مساوی با فلانه. فلانم چیه؟ بگو آقا آتا برو جلو. معادلش ایگرگش توان دو داره آشیه منفیه. مثال معادله سهمی بنویسید که خط ایکس مساوی با یک خط هادیش، نمیدونم چه شکلیه، هنوز نمیدونم چه شکلیه، خط ایکس مساوی با یک خط هادیش باشه. میرم میگشم علکی کامل علکی چه رنگی مشکی میکنم آه جوت زارشه. خط ایکس مساوی با یک رو بکش، خط ایکس مساوی با یک، مرسی دورسا وارسا، خط ایکس مساوی با یک، اینا خط ایکس مساوی با یک، خط هادیش علکی کشید هرچی میگه. منفی 3 و 1 افمه، منفی 3، منفی 1، منفی 2، منفی 3 و 1، اینجا کیمه؟ افمه. خب حالا من اینجا رأس رو ندارم بچه ها، درسته؟ رأس داری؟ نه. خدا وکیلی سهمی چجوری باید باشه؟ تو رو برو رو نمیدی رأس که نده. خب نکنی افشه این خط هادیشه، خب طبیعتا رأس میاده وسط اینا دیگه، مگه نه؟ راست مگه وسط اف و وسط اینجا نیست؟ مگه آتا برو جلو آتا برو عقب؟ پس راستش میشه اینجا. اینجا از منفی 3 تا 1 4 واحده، یا دوتا باید میام عقب یا دوتا باید برم جلو. پس راست من کجاست بچه ها؟ دوتا چون 4 تاست فاصله شون، از منفی 3 تا 1 4 تاست، دوتا برو جلو دوتا بیا عقب، یک دو اینجاست، این رأس همه باشه. خب الان چه مدلیه؟ این مدلیه تمام. یه داره تمرکز میکنم ایکسش تمام دو داره یا ایگرگش؟ ایگرگش. فصلی میبینیسم ایگرگ منهای بتا به توان دو مساوی با رو به این بره. آره آش منفیه، منفی 4 آ ایکس منهای آلفا فکرم آلفابت دارم. رأس سهمی منو چند و چند شد؟ منفی 1 و 1، منفی 1 و 1، دوتا عقب دوتا جلو تو این راستا.
این آلفاته، این بتاته، میشه ایگرگ منهای یک به توان دو مساوی با آم چنده بچه ها؟ دو دو چهار دا هشتا همون میسن منفی هشتا ایکس منهای آ ایکس منهای منهای یک منهای منهای یک منهای منهای یک یعنی به علاوه یک این هم معادله سهم که نفهمیده دیگه الان افش معلومه اسش معلومه خطاعتش معلومه چیز دیگه نمیتونه از آن بپرسه معادله گسترده سهمی بچه اونها تمام شد معادله استاندارد نوشتم دیدیم تو چهار حالت سهمی ها رو بررسی کردیم دیگه همینه دیگه یا بالاست یا پایینه یا چپه یا راسته دیگه مثلا دیگه سختیش کجا دور سخت بدن چیست چی سخت بدن یعنی اینه دیگه بالاخره همش همینه دیگه خب خدمتتون عرض کنم که معادله گسترده اگه بدن ما مثل مثلا دایره ما مثل دایره خب اینجوری نیستش که اگه معادله گسترده فرمول داشته باشیم بریم مثلا رأس و مأس و این چیزا رو بیابیم باشه باید چیکارش کنیم استانداردش کنیم آقا استاندارد یعنی چی یعنی همونایی که می‌نوشتیم یعنی اینجوری یعنی اگه اینجوری به من بدن یه معادله اینجوری بدن من میفهمم آلفا منفی یک بتا یک چهارم اینه اما اگه اینجوری ندن که من نمیفهمم که خب میرم با دو تا مثال خدمتون توضیح میدم که چطوری باید از دل این آلفا و بتا و کوفت و زهر ما رو باید حلش کنیم تا ها میگه باید جمعش کنیم جمعش کنیم اصطلاح منظورت بگم جمع که یعنی جمع ریاضی که نه باید مربع کاملش کنیم باید چیکار کنیم؟ درست ها باید چیکار کنیم؟ مربع کاملش کنیم آقا میشه بگیم مربع کامل چجوریه؟ بله خلاصه اون معادله گسترده‌ای که میگن یا ایکسش توان دو داره یا ایگرگش توان دو داره علی میگه نیست نه بابا ماشالله علی بله مرسی علی بچه یا x توان دو داره یا y توان دو داره اونی که x توان دو داره x ها یه طرف بقیه طرف اونی که yش توان دو داره y هاش یه طرف بقیه یه طرف نها کنیم من اول این رو حل میکنم چه رنگی دوست داری؟ آبی xش توان دو داره بچه ها x ها یه طرف مرسی x دو منهای 2x اینجا بمان شماها پاشید برید اون بر 4y به علاوه 7 باشه به قول علی همیشه اونی که درجه 1 توان 1 داره به توان 2 میرسونیم تقسیم بر 4 میکنیم من اینجوری میگم علی میگم به 2 4 روم ناراحت میشی؟ به دو چهارم چی؟ به دو چهارم ها به دو چهارم من دوست دارم اینجا بگم نصف میکنم به تمام دو میرسونم برام یه ذره سخته من یه چیز اسمم این قرار میگم به دو چهارم به دو چهارم به دو چهارم به دو چهارم یعنی اینو به تمام دو برسونیم به تمام دو برسون چهار تقسیم از چهار کن یک یه واحد اینجا اضافه میکنم یه واحد اونجا اضافه میکنم پس به دو چهارم رو اضافه میکنم به طرف این پس نکنید اینی که x دو داشت x ها یه طرف ای دگاه طرف به دو چهارم رو رفتم اینجا ساختم تو اینجا به دو چهارم هم شد چی؟ چهار چهارم یعنی یک یه واحد اینجا اضافه میکنم بذاریم اینجوری من نمیستم x دویه منهای دو x یه واحد اینجا اضافه میکنم آقا یکو از کجا آوردی از اینجا یه واحد هم اونجا اضافه چون نمیشه که فقط یه برا اضافه کرد مساوی با چهار ایگرگ به علاوه هفته به علاوه یک یه واحد هم اینجا بچا
الان همین که به دو چهارم اضافه کردی مطمئن باش که اتحاد مربع ساختی. همین که به دو چهارم اضافه کردی دیگه چشتو ببند، 100% اتحاد مربع ساختی. اینجا که همیشه x2 مثلا، یعنی یه چیز تفاوت داره اونجا این بیر 2ه، سلیم چیکار میکنی؟ جذر x2 میشه x. از این علامتشو برمیداری، منها باشه منها میذاری، مثبت باشه مثبت میذاری. جذر به دو چهارم هم حالا این همیشه یه مربعیه دیگه، جذرشو اینجا می‌نویسم، یه توان دو هم می‌ذارم رو کلش. این چقدر داره شبیه استاندارد میشه. مساویه با 4 ایگرگ به علاوه 8. حالا چیکار می‌کنم؟ ها اینا که دیگه چقدر شبیه استاندارد داره میشه. حالا چیکار می‌کنم؟ حالا میرم مرسی x منهای 1 به توان 2 که اینجا اوکی، میرم از ضریب این y یا x فاکتور میگیرم، از ضریبش فاکتور بگیر، از این چی میمونه؟ y، از این چی میمونه؟ 2. تمام، معادله چی شد؟ استاندارد شد. الان من فهمیدم آلفا یعنی رأس سهمی. سریع به من بگید دارید نمیدونی دیگه میپرسن رأس سهمی چی و چیه؟ رأس سهمی کی و کیه؟ یکو مرسی فارسه درسته، من که اول گفت نم ولی کاملشو تاها گفت. خب یکو منفی 2 این کیه بچه ها؟ 4A شده 4 آشنده بچه ها. 1 اما میتونی بکشم، حتی میخوای بکشمش؟ میکشمش خودی میکشم اینجا میکشم پاک میکنم. رأس سهم 1 و منفی 2، 1 و منفی 2 این رأس همه، بعد آش هم مثبت ایکسش هم توان دو داره، وقتی ایکس توان دو داره یا روبه بالاست یا روبه پایینه. آش مگه مثبت نیست؟ پس روبه بالا. اگه بیاد بگه نمیدونم افشیه، افشیه بچه ها صدا، صدا چیه؟ آه اوکیشون مرسی. اگه بگه افشیه یه باید میرم بالا، افشیه یه باید برو بالا، افش اینجاست. چند و چند میشه؟ 1 و منفی 1. اگه بگه خط حادیشیه یه باید میرم پایین، ایکس مساوی با فلان، ایگره مساوی با فلانه، یا ایکس مساوی با فلانه، ایگره مساوی با فلان، فلان شنده یه باید بیا پایین، ایگره مصابه منفیه 3. کی نفهمیده بچه ها؟ من میام کنار. دیدی خدا وکیلی؟ پس اگه معادله گسترده بدنم بعد میرم چیکارش میکنم؟ اگه معادله گسترده بده و میدارم اونجوری استانداردش میکنم دیگه، آلفا معلوم، بتا معلوم، کوفت و ضربان معلوم، اینجا رو پاک میکنم. اگه میخوان یه اسکرین‌شات چیزی بگیریم از چی برسیم؟ حالا هر کاری خود بکنم خود میتونید دیگه. خب بچه ها برمون یکی، برمون یکی این یکی ایگرگ دو داره، ایگرگ یه تعمانی من نک مرکزشو نفهمیدم چی شد؟ نتم قد شد. ای با مانی دیر گفتی که فده چه شد بشم مانی جون داداش. مرکز یعنی چی؟ مرکز کی بود راستی؟ مرکز چیه تو نفهمیدی هستن؟ مرکز کیه؟ فکر کنم
رأس رو میگه آن رأس رو میگه ناکا ایناست دیگه، این آلفابتات دیگه شم آلفابتات اینه یه ذره میرم بالا ناکا ریشه این و ریشه این استه، این که بغل ایکس همشه آلفاته، این بتاته، بعد این همیشه چهار آه، همیشه نه چهار باشه، شاید هشت باشه، شاید هرچی باشه، چهار آ چهار معادله حل کردم، میگم چهار آ چهار پس آ یکه، من میگم این ایکسش توان دو داره، یعنی یا رو به بالاست یا رو به پایینه. حالا میرم یک و منفی دو رو نشون میدم، مثلا اینجا یک و منفی دوه، رو به بالا میکشم رو به بالا، بعد دیگه مشخصه دیگه، یه بار میام پایین خط عادی، یه بار میام بالا. حالا تو بعدی هم اگه گوش کنید بعدی رو میفهمید رأس سری منظورش هست. آره بله، مانی چاکر مانی مانی مانی، بیا اینجا نگاه، اگه این هم نفهمیدی برای من دوباره توضیح میدم. آقا ایگرگاگ اونی که توان دو داره یه طرف برگیه طرف، چه میخواد ایکس باشه چه اینجا، ایکس توان دو داشت ایکس داره طرف برگیه طرف، ایگرگ توان دو داره ایگرگاگ یه طرف، ایگرگ دو به علاوه چهار ایگرگ این طرف، منفی هشت ایکس منحل 28 این بر به دو چهار رو به دو چهار رو به دو چهار رو اینو به توان دو برسون، به دو چهار رو به توان دو برسون، 16 چهار رو 16 چهار رو چقدر میشه؟ چهار چهار تا این بار اضافه کن، چهار تا اون بار اضافه کن، یعنی میشه ایگرگ دو به علاوه چهار ایگرگ به علاوه چهار مساوی با منفی 8 ایکس منهای 28 به علاوه 4. تا اینجاشون مانی فهمیدی؟ 100%. گفتم همیشه اینجا اتحاده، همیشه اینجا اتحاده، جذر ایگرگ دو ایگرگ اینجا مثبته، مثبت منفی منفی، مثلا اینجا منفی بود اینجا چون رفته، این منفی و این هم منفی. حالا بله جذر چهار دو به توان دو مساوی با این میشه منفی هشت ایکس منهای 28 به علاوه چهار، چهار میشه منهای 24. گفتم همیشه از ضریبش فاکتور بگیر، فاکتور بگیر، ایگرگ به علاوه دو به توان دو مساوی با یه فاکتور بگیر، منفی 8 فاکتور بگیرم چی میشه؟ x به علاوه 3 نکنه میشه منفی 8 x منفی 24، درست گرفتم قبوله، درست گرفتم مرسی. خب بچه این از اوناست که y اشتمال دو داره، پس یا روبه چپه یا روبه راسته. حالا چهار آش منفی 8ه، چهار آش چهار آش این همیشه چهار آه، چهار آش منفی هشته، آشنه منفی دوه، پس از اوناست که روبه این بره رأس شند و چنده. وای که اینجا بچه ها می نیستن منفی دو و منفی سه. ایکس همیشه با آلفا، ایکسش اینه آلفاش اینه، مرسی کیتو پارسا، مرسی تا خدا. رأسش منفی سه و منفی دوه، x با آلفا میاد، آلفا این بت داره تو را خدا. چیه؟ خب هیچی، رأسش اینه رو به این بره، آشم منفی دوه، دوتا یا تو یا الله علی تو، یا تو یا تو یا تو، دادا دادایی افهم چی میشه؟
دو تا یا دو، خب منفی 3 دو تا یا دو میشه منفی 5 میشه منفی 5 و منفی 2 چه معنی واسه این منفی 5 و منفی 2 معلومه نه اصلا مهم نیست خط دادیش یه x مثلا مثلا سم شده بچه ها کی نفهمیده کی ممنونه معلومه آه معلومه بله چاکرم خب بچه بالا این کل درس سهمی بود یه بایدی گفتم بذار کلیدشو بگم حالا امتحان نهایی مختلفه چند تایی حل میکنه میبینید همیناست دیگه بعد دیگه در ما همیناست سهمی بله تموم شد اون فیلم ها رو تا اگه ندیدی اگه بقیه بچه تو رو خدا و این کار نها کنید چند ساعت بیشتر نیست که 4-5 ساعته به خدا که فصل یک رو میاد ماتریس کامل تموم کردم چاکرم تا عشق منی ماتریس تموم شد بعد دایره و بیزین هم قبلا گفته بودم سهم میشم الان گفتم یعنی فصل یک و دو تموم شد الان فصل هم چند تا سال امتا نهایی هم باشه و سال امتا نهایی 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 چند تا هم میکنم دیگه خودتو میگه آقا بینمون کن بابا همش همونه دیگه بعد یه چند تا پر در میکنم دیگه دایره تموم شد مخلصم خب بریم مثلا دیگه سخت و آسونش من نمیدونم دیگه از اولین آزمونی که برگزاری دی 90 و خردان 98 و شهریور همینجور چند تا معادله سهمی بنویسید که f(1) و منفی 2 باشه s(1) و 2 باشه معادله خط دادیش هم بنویسید باشه دوستا امروز به بردار میره صد در امروز جلسه آخرمون دیگه هرچی بتونم امروز میگم این تموم شد الان یعنی جلسه بعد بردار یعنی الان که چند تا سوال حل کنم میبینیم فصل 3 دیگه بردار و بردار خیلی ساده است این ادامه جزوه اینجا دیگه الان ناکه بردار شروع میشه بردار ها اولش را یه ذره مسخره باشه بعدش اینقدر آسون میشه ضرب داخلی ضرب خارجی هیچی نداره بردار توی ذهن جمع میشه این شما جمع میشه چون همش جا خالیه دیگه خیلی سخت نیست فصل آخر هرچه تو پرده بلوانیم اینجا را سریع کنیم اگه نمیخواد دارم نکنم افشو دادی یکو منفی دو یکو منفی دو کجاست یکو منفی دو یکو منفی دو این کیشه افشه اسشو دادی یکو دو یکو دو این کیشه اسشه سهمی اینجوریه نه اینجوریه نه اینجوریه نه اینجوریه مجبور اینجوری باشه دیگه تمام شد خب اسشو که آلفا رو داری بتا رو داری این از اوناست که ایکسش توان دو داری یا ایگرگش توان دو داره آقا چون بردار رو خیلی هایی چی نمید اتفاقا بردار من فکرم چون میره رفتید سر کتاب یه حضوری شد بهتر بلدید اینا رو خواب بودید نمیده آن هم میگم دیگه چشم تخم چشم چشم چی میخواستم بگم آلفا رو دارم بتا رو دارم آ میخوام از اینجا تا اینجا چی بچه ها بگید آ چند واحده چهار ولی منفیه دیگه یعنی معادله این ایگرگ من ایکسش دارم دو داری ایگرگ چیه ایکس منهای آلفا به توان دو مساوی با منفی چهار آ ایگرگ منهای بتا مگه آره میشه ایکس منهای یک به توان دو مساوی با چهار آ آم چهاره دیگه چهار چهار تا شونزده تا منفی شونزده تا ایگرگ منهای دو نوشتم مادر سهمی رو نوشتم بعد خدمت درست کنم که معادله خط حادیش هم میخواد چهار تا باید برم بالا آه x مساوی با فلان یا y مساوی با فلان y مساوی با فلان فلانش چیه؟ بگو چهار تا برو بالا از چند چهار تا برم بالا؟ بگو از دو چهار تا برم بالا چی میشه؟ 6 y مساوی 6 هر کدوم نمیخواید بگید حل نکن دیدی اینو؟ شبیش تو جزوه بود؟ بود سهمی رو داده گسترده داده گسترده داده استاندارد باید بکنید حل کنم یا نه
نه نه مرسی نمونش رو حل کردم. رأس سهمی رو داده، خط هادیش رو داده، نمونش تو جزوه هست. مرسی پارسا گفتی مربع کامل. اینو میخواید حل کنم. یه سهمی داده میگه مفروض است به مرکز کانون سهمی و به شعاع سه واحد دایره رسم میکنید. معادله دایره رو بنویسید. این یه سوال ترکیبی زده از سهمی و دایره. بله ببینید یعنی چی. بعد دیگه همینجوریه، این دیگه سخت‌ترین سوالش همینه دیگه، اینا حل کنم دیگه تمام. سهمیه مفروض است به مرکز کانون سهمی. خب من باید کانون این سهمی رو چیکار کنم؟ به دست بیارم دیگه. کانون این سهمی چیه بچه ها؟ تو خیلی واضحه، یه جورایی اصلا انگار مربع کامل یه جوری خیلی خاصه. میبینی؟ آره میبینیش؟ راستش آره به مرکز کانون. بیارم یه ذره در مورد این صحبت کنم. به نظر من این سهمیه ایگرگ منهای صفر به توان دو مساویه با از ضریب این فاکتور بگیرم ایکس منهای یکه. کیا مخالفن؟ موافقید بچه ها؟ رأس این سهمیه، رأس این سهمیه. وای که خیلی اشتباه میکنن. یک و صفره. کیا دقیق کردن؟ آقا حواستون باشه. یک و صفر. چهار آش چهاره، آشنده آش یکه. این از اون سهمیایی که ایگرگش توان دو داره، یعنی یا رو به این بره یا رو به این بره. آش مثبته رو به این بره. رأس سهمی چند و چنده؟ بگید یک و صفر. تا اینجا شاید کسی نفهمیده دیگه من جلو نرم برگردم. تا اونجاشو کی نفهمیده بچه ها؟ اگه سوال نیستش ادامه بدم. حله. خب کانونشو میخوام، کانونشو میخوام. بگو آقا آ تا برو جلو، آ تا برو جلو، یعنی یه دونه برو جلو میشه دو برو صفر. این افهمه نقطه سو دو و صفر. حالا میگه به مرکز کانون سهمی. این کانون سهمی مرکز دایره هست. یه دایره ای به شعاع سه بار رسم میکنیم به مرکز، یعنی همون چه اوی دایره من یه دونه دایره به شعاع سه رسم میکنم. اوکیه؟ بله. خب پس حالا معادله دایره میخواد. بچه ها برای نوشتن معادله دایره چی میخواستیم؟ آلفا و بتا و شعا دیگه. آلفا و بتا و شعا. آلفا و دارم، بتا و دارم، آرم و دارم. معادله دایره ایکس منهای آلفا و توان دو. یادتون رفته که به علاوه ایگرگ منهای بتا به توان دو مساوی با آر دو. یادتون معادله دایره هم سهم خوندی دایره یادتونه. خب میشه ایکس منهای دو به توان دو به علاوه ایگرگ منهای صفر به توان دو منم ایگرگ به توان دو مساوی با نو. این معادله دایره. بله اونجا کامل گفتم. خب حالا بچه های گردم فراتون شم. سبب مختصر نقاط برخورد دایره و سهمی. میگه این دایره و سهمی کجا میخورن به هم دیگه؟ بچه ها همیشه از بچگی تا حالا وقتی میخواستیم محل تلاقی دوتا شکل رو به دست بیاریم اونا رو توی دستگاه چیکار میکردیم؟ حل میکردیم. اصلا تو فصل معادل چیز هم بود دیگه، تو فصل ماتریسا محل تلاقی دو تا خط مگه با دستگاه حل نمیشد؟ دستگاه حل میشه دیگه. محل تلاقی هر کسی رو من میخوام به دست بیارم، هر کسی رو باید توی دستگاه چیکار کنم؟ حل کنم. بچه ها یه لحظه بخشید. خب
توی یه دستگاه باید حلش کنم. خب بریم ببینم این یه ذره خوشگلش کنم و نکنم این ولی یه ذره اینو خوشگلش کنیم. این x2ه بگیر اولی به تمام میده، دوباری به تمام میده، میشه 4 دوباره بر اولی در دوباره میشه منهای 4x در علاوه y2 مساوی با 9. همه رو برنا کنید چون y2ه اینم به حسب y2 مرتب میکنیم که این y2 بشه y2 مساوی با فلان، دوباره y2 مساوی با فلان. خب برای این فلان ها رو باید مساوی هم بذاریم دیگه. وقتی y2 مثلا حسنه، حالا y2 مساوی با حسینه، خب حسن و حسین با هم چی هم؟ برابر هم دیگه چون جفتشون y2 هم. خب چون این y2 مساوی با فلانه، این هم y2 مساوی با فلان کنید بچه ها، میشه y2 مساوی با این به اون و این میشه 4x. اول x رو کاشک می نوشتم یه لحظه. خب اول x2 بدون برم میشه منفی x2، بعد این 4x بدون برم میشه مثبت 4x. نکن y2 اینجا میخوام بمونه، همه رو بریزم اون بر، این منفی x2، این مثبت 4x، این هم بره اونجا، 9 منهای 4 میشه چند تا؟ 5 تا. بچه y2 فلان، y2 فلان، باید برم این فلان رو چیکار کنم؟ مساوی هم بذارم و یه معادله حل کنم. 4x منهای 4 رو مساوی با این باید بذارم. جیگری می‌نویسم. منفی x2 به علاوه 4x به علاوه 5 رو میرم مساوی با کی میذارم؟ 4x منهای 4 میذارم. 4x با 4x میره. منفی x2 مساوی با چی میشه؟ این هم میره اونور منفی 9 میشه. پس x2 مساوی با چی میشه؟ 9 میشه. x چی میشه؟ مثبت منفی 3 میشه. x میشه مثبت و منفی 3. بعد y رو چجوری به دست میارم؟ میرم اینجا جای x ها میزنم، y رو به دست میارم دیگه. حالا مرد طلابی به دست اومد، x رو گذاشتم، y رو به دست میارم. حالا حالا دیگه خیلی سوال قشنگ بود. خب اینه که نمیخواد و یه همه سوال سهمی دیگه برست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خرداد 99 رو شرح کنید، نمودارش رو خرداد 99 اینجا بود. فکر کنم باید دارم پیدا کنم نمودارش رو. خب اول وقتی الان سریع باش بیم، سریع کنیم این باید چی بشه؟ استاندارد بشه. چی بشه؟ استاندارد بشه. چی بشه؟ استاندارد بشه. سریع x2 بگو، x2 بعد و هشت x بگو، بعد و هشت x مصابیه با بقیه اون بر x2 چون x2 توان دو داره گفتیم x2 رو نگم داریم، برو بر میشه 4 y به 2 4 سریع به 2 4 8 به تمام 2 64 تقسیم 4 16 تا این ور فهمیدی به 2 4 دیگه، به 2 4 16 تا این ور اضافه کن، x2 علاوه 8x 16 تا این ور اضافه کن، 16 تا این ور اضافه کن. باشه سریع این چی میشه؟ جذر x2 x به علاوه جذر 16 4 توان 2 مساویه، اینجا 4 فاکتور بگیر 4 y به علاوه 4 x توان 2 داره، پس از این رو به بالایاس. حالا دلیل هم اگه بخواید باید نقطه کمکی بهش بدید، من تقریبی میکشم تو باید علکی چند تا نقطه دیگه بهش بدید دلیل تر بکشم. از این رو به بالایاس رأس سهمی چند و چنده؟ بگید منفی 4 و منفی 4. واه چه بد،
منفی 4 و منفی 4 این رأس سهمیشه. بعد آش مثبت، آره آش مثبت رو به بالاست. تقریبی بشنم آتا میتونی با دقیق چند تا نقطه علکی بهش بدی، مثلا منفی 4 بری که خواهی میگیری، مثلا میتونم 1 بده، 0 بده، بده 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 همینی؟ چکم خیلی آسون بین این ها بردارم اولی سیان الان فقط تو حد جا خالی رو نمیدم غلط درستی و این چیزا. آقا ما رفتیم تو فضا، یعنی از صفحه میایم بیرون وارد چی میشیم؟ فضا. تو نهایی باید اون نقطه تقاطعها رو مشخص کنیم. بعضی وقت سوال میاد میگه مثلا کجا محور ایکس رو قطع میکنه؟ بچه ها کلن هر وقت بخوایم یه معادله، تا یه دقیقه قشنگ گوش کن، هر وقت بخوایم ببینیم یک معادله کجا محور ایکس رو قطع میکنیم و بنویسید، ایگرگ رو صفر میذاریم. هر وقت بخوایم ببینیم ایگرگ رو کجا قطع میکنه، ایکس رو صفر میذاریم. برعکسه، هر وقت بخوام ببینم ایگرگ رو کجا قطع میکنه، ایکس رو صفر میذارم. هر وقت بخوام ببینم ایکس رو کجا قطع میکنه، ایگرگ رو صفر میذارم. مثلا این دیده نمونه بدون یه دیده میخوام ببینم این سهمیه، این سهمیه کجا محور ایگرگ رو قطع میکنه، مثلا میگم ایکس رو صفر میذارم، صفر به توان دو صفر، تو سال خوب بود ها صفر، بعد ایگرگ رو میابم صفر منهای 4 ایگرگ به علاوه صفر مساویه با صفر، پس منفی 4 ایگرگ صفر، ایگرگ صفر، پس من بد کشیدم، ایگرگ رو اینجا بد میکنه، این من علکی کشیدم دیگه، ایکس رو صفر بذاریم میفهمی ایگرگ رو کجا قطع میکنه، ایگرگ رو صفر بذاریم میفهمی ایکس رو کجا قطع میکنه. باشه باشه اورا اورا بردا. آقا ما دیگه از زمین اومدیم فضا، سه تا بردار داریم، سه تا محور داریم که دو به دو بر هم همونن. اینو می‌بینی اینا، این صفحه زمینه، این کف زمینه، کف اتاقته، کف زمینه، محور ایکس ایگرگه، می‌بینیش؟ این محور ایکس ایگرگه که بر هم همونن، همه اینجوری بنویسم و اینجوری بکشم قشنگ‌تره. یه محور چی داریم؟ زد داریم. اینا سه بردان یعنی که دو به دو بر هم چی هن؟ عمود هن. این محور ایکس هاست. کنج خونه تو بگیری او که من گرفتم، این محور ایکس، این محور ایگرگ، اینم محور زده. کنج خونه تو تصور کن، محور ایکس، ایگرگ و زد. دستگاه راست کردم، مثلا اگر دستگاه بذارم روی X چرخشش میشه Y، این میشه Z. دوباره میگم این X، این Y، این Z. کنج خونت رو فرض کن، تموم شد و رفت، درس اولش تموم شد. من این میشه آنکه خدا نکنه چیار میخواد از همون بپرسه. حالا یه نقطه ای بالاخره یه X داره، یه Y داره، یه Z داره دیگه. تو از کنج خونت نکن، از کنج خونت نکن، اینجا این کنج خونت، مثلا من بگم ایکسش مثلا دوه، دو واحد رو اینجا میری جلو، میگم ایگرگش سه، سه واحد میری این ور، میگم زدش پنجه، پنج واحد هم میری بالا، این نقطه آه مثلا دو و سه و پنج، هر نقطه یه ایکسی داره، یه ایگرگی داره، یه زدی داره، تموم شد. حالا اونایی که از آن میپرسن میگه آ به مختصات ایکس و ایگرگ و زد، آ و بی و سی، حالا هرچی ایکس ایگرگ زد، روی محورها و صفحه ها چه معادلاتی پیدا میکنن؟ خب برد بچه ها وقت دیدم اینه یه ذره میشه حفظیش کرد. وقتی میگه که این نقطه رو بذار رو محور ایکس ها، یعنی برو بکوبش رو محور X. کنج خونت، خواهش میکنم یه دقیقه تمرکز کنید بچه ها، کنج خونتون اونجا محور X،
این پشت شما میشه ایگره وقتی روبه من نشستی کنج خونه X ایگره بسه. وقتی میگه نقطه رو تصویر کن رو محور X یعنی برو بکوبش رو محور X، برو قرارش بده رو محور X. وقتی قرار بگیره رو محور X فقط X داره دیگه، دیگه ایگره و زد نداره. وقتی میگه تصویر کن رو محور X اصلا بچه ها همش یه دقیقه تجسمه. یعنی من کل این جدول رو هر کنم همه قاطی میکنم بو نفهمیدیم، ولی تک تکش رو تجسم کنی میفهمیم. وقتی میگه برو تصویرش کن رو محور X یعنی که قرارش بده رو محور X، یعنی بکوبش رو محور X، یعنی بذارش رو محور X. خب فقط X داره، بقیهش صفر میشه. یعنی میشه مرسی پارسا گفتی؟ مرسی پارسا میشه آ صفر صفر. بچه دیگه همینجوریه، وقتی یه تصویر کن رو محور ایگرگ یعنی بکوبش رو محور ایگرگ، یعنی فقط ایگرگ داره. بگید بعدم همش رو همینگه جمع میشه، نگه آقا نفهمیدم. وقتی دونه دونه شو داری میفهمی یعنی فهمیدی. علیکی چیز نکن، حاشیه درست نکن. بعد یه بوی این همه جدول الان من میخواب برو کنم یه نگاه میکنی نه نفهمیدم، تک تکشو داری میفهمی. آقا وقتی میگه بکوبشون من برای ایگره یعنی ایگره داره صرف بی صرف، بکوبشون من برای زد تصویر کنون من برای زد صرف صرف سی. نکن نفهمیدم بعد آخرش نگید آقا چی شد پروف. میگه تصویر کن رو صفحه X و Y، یعنی نقطه رو بکوب رو صفحه زمین. بچه به صفحه X و Y میگه صفحه زمین، کف، همون جایی که الان تو نشستی، این کف زمینه. بکوبش رو صفحه زمین، صفحه زمین Z نداره، پس میشه چی؟ A B C. یعنی میگه نداره نداره دیگه. نکنی اصلا همش این X فقط X داره، Y فقط Y داره، Z فقط Z داره. تصویر ها صفحه X Y فقط X داریم و Y، صفحه X و Z فقط X داریم و Z. صفحه Y و Z فقط Y داریم و فقط این نمیداریم و صفر و بی و سی، یعنی فقط این نمیداریم و زد داریم. خیلی سخته؟ خیلی سخت نیست. خب ممکنه حالا یه قرمی اینم بگم بریم یه استراحت کنیم، دورم بگم بریم یه استراحت کنیم برگیم. اوکیه؟ اوکی. خب حالا میگه قرینه کن. بچه قرینه کن یعنی که بکوب رو محور ایکس ها، مثلا قرینه کن نسبت به محور ایکس ها، بکوب به محور ایکس ها به همون اندازه برو پایین. خب ایکسش بچه ها تغییر نمی کنه، اما اون دوتای دیگه چی میشن؟ قرینه میشن. یا مثلا تو صفحه ایکس و ایگرگ بگم اینجا رو بهتر میفهمیم. نگاه وقتی که یه نقطه این بالاست میگه قرینش نسبت به زمین چی میشه؟ نکن ایکسش تغییر نمیکنه، ایگرگش تغییر نمیکنه، فقط زدش که مثبته زدش چی میشه؟ منفی میشه. یعنی اونایی که داره تغییر نمیکنه، یعنی اینجا ایکسه، اونایی که داره بدون اینجا میمیسم اونایی که داره ایکسه الان تغییر نمیکنه، ایکسه تغییر نمیکنه، اون یکی ها اونا اون یکی ها اونا چی میشن؟ قرینه میشن. اما چجوری بفهمم؟ رو این بفهم. تو یه نقطه‌ای داره یه قرینه کن نسبت به زمین، ایکس و ایگرگ که تغییر نمیکنه، جلو عقب که نمیری، ایکس و ایگرگ چپ و راست که نمیری، ایکس و ایگرگ ثابت میمونه، فقط زدت مگه قرینه نمیشه؟ پس وقتی میگه ایکس و ایگرگ، اما ایکس و ایگرگ ثابت میمونه، یعنی x اش ثابت میمونه، y اش ثابت میمونه، z اش منفی میشه. پس اینجا x اش ثابت میمونه میشه a،
اما اون دوتا چی میشن بچه ها؟ منفی بی و منفی سی. اینا جا خالی دور چیزی اصلا میاد، اصلا میگه آقا این نقطه رو قرینه کن نسبت به این، نسبت به محور ایگرگ، بگید ایگرگش تغییر نمی کنه اونا، یعنی میشه منفی آ بی منفی سی. نگو نمیفهمم آ. نسبت به محور زد منفی آ منفی بی سی، نسبت به صفحه ایکس ایگرگ آ بی منفی سی، نسبت به صفحه ایکس او زد ایکسش تغییر نمی کنه، زدش هم تغییر نمی کنه، آ منفی بی سی، نسبت به صفحه ایگرگ او زد ایگرگش تغییر نمی کنه فقط ایکسش، منفی آ بی سی، نسبت به مبدا همش قرینه میشه، منفی آ منفی بی منفی سی. اوکی سخت بود خدا وکیلی، پس تصویر رو فهمیدیم، قرینه هم فهمیدیم. یه استراتی بکنید، خدایی که منم، یه استراتی بکنید و بیاین. حله حله فعلا یاری، یه رو دیگه بیاد.